خاتمی، آخوند بی شیاد با کارنامه ای سیاه، شاگرد بهشتی در مسجد هامبورگ آلمان، مسئول تبلیغات جنگ ضد میهنی خمینی و وزیر فرهنگ و ارشاد ارتجا. این عنصر معلوم الحال در سال 1376 با نقابی عوام فریبانه به صحنه اومد. شعارهای اون دهان بسیاری رو آب انداخت. آزادی مخالفان، جامعه مدنی، قانون مداری و مردم سالاری. در عمل اما استبداد مذهبی با همون شدت قبل ادامه پیدا کرد. اول شکنجه و اعدام و مجازات های غیر انسانی مثل سنگسار و دست بریدن و چشم در آوردن بیش از گذشته جریان پیدا کرد. دوم قیام دانشجوها در 18 تیر ماه با دستور شخص خاتمی سرکوب شد. سوم کشتار مردم بیگناه آبادان به جرم اعتراض به بیابی. چهارم کشتار مردم سنندج و چند شهر دیگه به جرم تظاهرات اعتراضی به دستور استانداران و گماشته های خود خاتمی. پنجم سرکوب و تحمیل و اجبار و محدودیت در تمامی زمین ها و از جمله زندگی شخصی افراد مثل گذشته ادامه پیدا کرد. ششم نه تنها خبری از آزادی مطبوعات نشد، بلکه کار تعطیلی روزنامه‌ها حتی باندهای رژیم رو هم هدف قرار داد و کار به جایی رسید که خودشون به اون تعطیل فلعی روزنامه‌ها میگفتن. هفتم نه تنها به هیچ حزب و سازمان و گروه سیاسی مخالف اجازه فعالیت داده نشد، بلکه موافقان غیر حاکم مثل نهضت آزادی که در حاشیه حکومت هم قرار داشتند غیر قانونی اعلام شدند. هشتم نمایندگان رسمی مجلس رژیم هم به خاطر سخنان و موضع‌گیری هاشون در مجلس مورد بازخواست و پیگرد قضایی قرار گرفتند. نهم دفاع وقیحانه خاتمی شیاد از قتل عام 30,000 زندانی سیاسی، اعدام 120,000 مجاهد و مبارز و جنگ ضد میهنی، دفاع از همه دشخیمان و شکنجهگران و ستایش های محوه از امثال لاجوردی و صیاد شیرازی و در رأس همه اینها تقدیس مداوم از خمینی. اینطوره که شعارهای رفرمیستی در یک دیکتاتوری مذهبی در خدمت آن حاکمیت قرار میگیرد و دست مدعیان رو میشود. این جمله خاتمی در آن مقطع زمانی آب پاکی را بر دست تمام فریب خوردگان ریخت. کسانی در ایران حق فعالیت و حیات سیاسی دارند که به اسلام و رهبری اعتقاد داشته باشند. و این چهره آشنای دکتر محمد مصدق، پیشوای نهضت ضد استعماری مردم ایران است. عملکرد او در دوران نخست وزیریش به روشنی نشان می‌دهد که او نمونه بارز یک رفرمیست واقعی بود. در زمان دکتر مصدق فعالیت همه احزاب مخالف و حتی حزب توده آزاد بود. این در حالی بود که بعد از بهمن ماه سال 1327 و به دنبال ترور شاه، فعالیت حزب توده به دستور شاه ممنوع اعلام شده بود. باند فدایان اسلام نیز به رغم کینه‌توزی علیه دکتر مصدق و شرکت در ترور دکتر فاطمی آزادانه فعالیت می‌کرد. در عرصه مطبوعات هم همه روزنامه‌های مخالف آزاد بودند. دکتر مصدق نه تنها برای جلب رضایت شاه دیکتاتوری او را تأیید و تئوریزه نمی‌کرد، بلکه درست برعکس در جهت هرچه محدودتر کردن و در نهایت خلع ید از دیکتاتوری و ارگانهای آن حرکت میکرد. مصدق علاوه بر اینکه در برابر راه اندازی مجدد مجلس سنا ایستاد، وابستگان شاه و از جمله مادر و خواهر و برادران او را از ایران تبعید کرد و دست خود شاه برای اعمال سلطه در بسیاری از پهنه‌ها را بست. مصدق در برابر توطئه‌های استعمار از طریق ارتش و نیروهای مسلح شاه نه تنها تسلیم نشد،
بلکه خواستار فرماندهی نیروهای مسلح شد و وقتی شاه موافقت نکرد از اهرام استعفا برای بسیج مردم علیه دیکتاتوری استفاده کرد. مصدق یک مصلح واقعی بود که با اتکا به نیروی مردم گام برمی‌داشت. کودتای 28 مرداد سال 1332 هم پاسخ ضد مردمی استعمار به همین رفرمیسم صادقانه بود. بنابر همه تجارب جهانی، رفرم و اصلاح واقعی در هماهنگی با اپوزیسیون انقلابی و با تکیه به این نیرو صورت می‌گیرد. رفرمیست واقعی در مبارزه علیه استبداد با مقاومت انقلابی همسوست. وگرنه ادعای اصلاح طلبی حرفی پوچ و ادعای میانتوی خواهد بود. نمونه بارز این همسویی را در عملکرد دکتر محمد مصدق می‌بینیم. وقتی هندرسون و هریمن از آمریکا آمدند و دکتر مصدق را برای گرفتن امتیاز نفت تحت فشار گذاشتند، او موضع‌گیری‌های جناح چپ جبهه ملی و از جمله سرمقاله‌های دکتر فاطمی در باختر امروز را مقابل آنها گذاشت تا به این ترتیب زیاده‌خواهی استعمار را مهار کند. در انتها ضروری است که بار دیگر به روح و جوهر اصلی واژه رفرم بازگردیم. در یک کلام، شاخص شناخته شده و تجربه شده رفرمیسم در تمام دنیا انتخابات آزاد و نفی حکومت استبدادی است. بنابر همه تجارب جهانی، رفرم و اصلاح واقعی صرف نظر از اینکه چگونه و از چه طریق آن را عملی کنند، عبارت است از گسستن بندهای اختناق، پایان دادن به سرکوب و شکنجه و اعدام مخالفان و در یک کلام حرکت به سمت استقرار حاکمیت مبتنی بر اراده و آرای آزادانه مردم به جای دیکتاتوری. غیر از این، ادعاهای اصلاحات و رفرم سیاسی به هیچ وجه اصیل نبوده و معنای جز فریبکاری و پیرایش یک دیکتاتور نامشروع را ندارد. در برنامه‌های آتی هم باز هم واژه‌های دیگر از فرهنگ لغات سیاسی را برخواهیم گزید و از آنها سخن خواهیم گفت.